درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق می‌نشینید. سیامک دهقانپور هستم. یک شنبه 7 آبان 28 اکتبر نگاهی داریم به برنامه‌های هفته گذشته افق. هفته که در دوشنبه با نگاهی به اوضاع سوریه و احتمال آتش بس در عید قربان آغاز شد. همچنین در سه شنبه به آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداختیم. چهارشنبه به ملاله یوسفزئی نگاه کردیم. تهدیدی 14 ساله برای افراطگرایان و هفته رو در پنجشنبه با برنامه‌ای در مورد مجمع جهانی بین المجالس و نمایندگان زندانی در ایران به پایان بردیم. آقای عطابکی، اخباری رو که این چند روز میشنویم به ویژه در طول 24 ساعت و 48 ساعت گذشته، آیا در آستانه سقوط به یک جنگ منطقه‌ای قرار داریم؟ حالا تمام شواهد از اینه که ما در آینده نه چندان بلند مدت شاهد گسترش این جنگ به خاک لبنان خواهیم بود. باید امیدوار باشیم معجزه‌ای رخ بده که چون این جنگی صورت نگیره، چرا که سوریه بارها اعلام کرده که اگر روال تحولات در این کشور آنگونه نباشه که سوریه انتظار داره، به خاطر اینکه قدرت در دست خانواده اسد باقی بمونه، باک نداره که منطقه رو به آتش بکشه و از جمله دامن این جنگ رو به لبنان. توجه کنیم که وقتی به تاریخ این منطقه نگاه میکنیم، سوریه همیشه صاحب رأی بوده در لبنان. لبنان رو بخشی از خاک خودش تلقی میکرده، حداقل از سال 1975، یعنی 40 سال به این طرف، سوریه همیشه برای خودش حق ویژه‌ای در لبنان قائل بوده. و باز یادمون باشه که تنها این 7 سال پیش بود، یعنی 2005 میلادی، که سوریه در اثر فشار بسیار فزاینده شهروندان لبنان مجبور شد که خاک لبنان رو ترک بکنه و نظامیان خودش خارج کنه. اما همیشه سایه سوریه بر لبنان بوده و در حال حاضر هم حکومت فعلی سوریه بر این یا نظر داره که اگر همونطور که اشاره کردم تحولات سوریه آنگونه نباشه که حکومت اسد انتظار داره، چه باک که منطقه و از جمله لبنان در حقیقت به دامن این جنگ گسترده کشیده بشه. آقای عطابکی، اگه میشه کوتاه بفرمایید، امروز آقای صالحی صحبت از این کرده بود، حالا دیروز امروز، که این بمبگذاری در واقع کار اسرائیل، طبیعتا مخالفین در لبنان هم سوریه رو متهم میکنن به اینکه نقش داشته در این ماجرا. به نظر شما چه کسی از این جریان سود میبره؟ ببینید، هنوز خیلی زوده بگیم که چه کسی واقعا پشت این بمبگذاری هستش. اجازه بدید که در حقیقت اون کمیسیونی که قراره با حضور نهادهای بین الملل و حتی کشورهای بزرگ مثل امریکا تشکیل بشه و سرآخر نتیجهش اعلام بشه. اما بنابر تمام داده هایی که ما از پیش داشتیم، کسانی که انگشت اتهام رو به سوریه نشانه میگیرن، به نظر من برای این اتهام گذاری خودشون حق دارن، چون که به گذشتم اون چه که اشاره کردم، به گذشته رفتار سیاسی سوریه در لبنان که نگاه بکنیم، شاهد چنین در حقیقت رفتاری از جانب سوریه هستیم. اینکه اسرائیل بخواد در حال حاضر در وضعیت این چنین با بمبگذاری یکی از ائتلافهای مطرح لبنان رو از صحنه در حقیقت بیرون بکنه یا محدود بکنه دامنه فعالیتش، جای تردیده. واکنش مسکو چه بوده؟ مسکو تا الان به نظر میاد از پیشنهاد آقای اخضر ابراهیمی برای پیشنهاد صلح حمایت کرده، ولی آیا موضع‌گیری خاصی داشته در مورد تحولات 24 ساعت گذشته؟ اون چی که ما داریم الان در لبنان میبینیم، اون چی که ما داریم در سوریه میبینیم، این ادامه سیاست کشورهای غرب است که یه سیناریوهای بی‌نظامی را در این منطقه میخواهند درست بکنند. واقعاً تا این زمان همه گمان میکردن که اگر جنگ منطقه رخ بده، این حتما بین اسرائیل و ایران یا که امریکا و ایران اتفاق خواهد افتاد. الان ما میبینیم که احتمال خیلی زیاد دارد که جنگ منطقه خیلی بزرگ میتوانه در بین ترکیه و سوریه و لبنان
با هم با سوریه علیه ترکیه شروع بشه و این میتونه در مجرای خود کشورهای خیلی زیاد را هم فراگیر باشه و یک به جنگ خیلی میتونم بزرگ منطقوی مبدل گرده. آنچه که ما الان داریم در لبنان میبینیم واقعا در مجتوی هدفی کشورهای غربی هست. ببینید لبنان مثل سوریه یکی سیاستهای مستقل خود را داره و این سیاست ها هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی خود این کشورها در مستوای سیاست های مثلا کشورهای غرب نیستند و با این هدف اونها دو کشور مستقل را میتونن وضع این کشورها را خراب بکنن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی هم منطقی است که این بمب را سرویس های غربی و یا اسرائیلی درست کرده باشند چون که در مشتبه منطقی فعالیت اونهاست. ولی اینجا یک نکته دیگه خیلی مهم است که باید از نقطه نظر سیاست خارجی روسیه خیلی باید حساس و مهم باشه. ببینید الان نه ترکیه این جنگ را میخواد چون که مطمئن نیست که به چی نتیجه خواهد رسید. از طرف دیگه ترکیه میخواد که سیستم سیاسی سوریه عوض بشه و در این ماجرا خیلی و خیلی فعال شد. از بودش، از اون چیزی که از اون انتظار داشتن خیلی فعال شد و این نگرانی مسکو، نگرانی ایران و نگرانی بعضی کشورهای دیگر را داره ایجاد میکنه. مسکو خیلی از فعالیت‌های آخر ترکیه علیه سوریه و لبنان ناراحته. از جانب دیگر ترکیه است شریک استراتژی مسکو هست و مسکو آماده نیست که الان فشار خیلی زیادی روی ترکیه بیاورد. با توجه به تحولاتی هم که امروز در لبنان رخ داده و اون شناختی که از ترکیه دارید، چه از لحاظ دولت آقای اردوغان و سیاستهایی که دنبال میکنه و مطالبی که هم آقای اتابکی و هم آقای سفروف گفتن، الان در این وضعیت از این تنش، از این بحران منطقه‌ای، از این خطر فرو رفتن منطقه به یک جنگ منطقه‌ای در کشورهای متفاوتی رو درگیرش بکنه، آیا ترکیه واقعا سود میبره؟ ترکیه استقبال میکنه چنین وضعیتی؟ پرهیز میکنه این شکست سیاست‌های اصطلاحاً بدون تنش دولت آقای اردوغان و آقای داوودوغلو؟ نظرسنجی ها آمارهایی میده درباره اینکه اکثریت، یعنی بیش از نیمی از مردم ترکیه راضی به ورود به جنگ مستقیم در مقطع فعلی حداقل نیستند. البته این نظرسنجی ها رو دارن نهادهای مختلفی برگزار میکنند، ولی نهادهای منتقد دولت یا مخالف دولت از جمله رسانه ها خیلی جدی از این موضوع دفاع میکنند که آیا ورود به جنگ با سوریه، ورود به جنگ نهایی و واقعی با سوریه چقدر به منافع ترکیه در کوتاه مدت و دراز مدت کمک میکنه. در این حال از اون طرف هم به هر حال سوریه تصویر خوبی الان نزد مردم ترکیه نداره. شما در خیابان‌های ترکیه که راه می‌رید در هر شهری خیلی بیش از اون که وقتی سال گذشته همچین موقعی برای زلزله وان کمک جمع می‌شد، الان خیلی بیشتر از اون شما می‌بینید که فضا برای کمک به مردم سوریه وجود داره. در مورد خود سوریه، بحران در ترکیه شکل خیلی وخیمی پیدا کرده، یعنی مردم خیلی نگرانن، به خصوص که حکومت سوریه چون علویه و به علوی‌ها نزدیکه و به هر حال علوی‌ها در ترکیه یک اقلیت سرکوب شده‌اند و از خیلی سالهای پیش مردم ترکیه، جامعه ترکیه نسبت به علوی ها موضع منفی داشته. چند تا قتل عام در موردشون اتفاق افتاده در ترکیه که الان در واقع مایه شرمساری تاریخیشون هم هست و در موردش ابراز ندامت هم میشه. در این حال این مسئله هم از گذشته وجود داشته که به هر حال 15% اقلیت علوی در سوریه به قدرت نزدیک‌ترن و این در ترکیه تصویر دیگه ای از حکومت سوریه می‌سازه. از در این حال مبارزانی که الان در سوریه دارن با حکومت می‌جنگند در ترکیه تصویر مقاومت دارن، یعنی تصویر مثبتی ازشون وجود داره. اما برای ورود به جنگ نهایی به نظر میرسه هنوز افکار عمومی ترکیه مقاومت میکنه و به خصوص احزاب مخالف در مورد انتقاد جدی دارن و اینطور نیست که آقای اردوغان خیلی راحت بتونه آتش جنگ رو از جانب خودش حداقل شروع بکنه، مگه اینکه بحث دفاعی پیش بیاد که در اون صورت ممکنه که اتحاد ملی هم شکل بگیره در موردش. علی، من مطلب داشتم می‌خواستم. من می‌خواستم در مورد صحبت‌های آقای سفروف این رو اضافه کنم. البته منافع روسیه کاملا اقتضا می‌کنه که ترکیه وارد هیچ جنگی یا حداقل اون حمایتی که در حال حاضر از مخالفین مسلح سوریه داره نشه، ولی مسئله‌ای که مطرح هست روابط بین ترکیه و سوریه، ببخشید روسیه، روابطی است بیشتر بر مبنای تبادل انرژی. مسئله نابوکو و گاز روسیه برای ترکیه بسیار مهم هست.
روسیه مهمترین صادرکننده گاز طبیعی به ترکیه است و در سال حدود 40 میلیارد دلار داد و ستدی که به طور در زمینه اقتصادی دارن به طور کلی بیشترش در زمینه گاز است. بنابراین برای ترکیه بسیار سخت است که از موضع روسیه یا از خواست روسیه سرپیچی بکنه و وارد هر گونه جنگی بشه با سوریه. ولی اون چه که در حال حاضر منافع ترکیه رو تهدید میکنه دو موضوع اصلی هست. یکیش موضوع کردهاست در شمال سوریه، دوم مسئله خود حکومت علویان در سوریه هست که با ترکیه پیشینه چندان خوبی نداشتن، به ویژه در دهه 80 زمانی که حکومت پدر آقای اسد، حافظ اسد، از مخالفین کرد ترکیه حمایت میکرد تا سرحد جنگ جلو رفتند و کشور و حتی نیروهای نظامی رو در مرز همدیگه مستقر کردند. ولی در حال حاضر اون چه که دورنمای وضعیت سوریه هست برای ترکیه مطلوبه. در سوریه اکثریت با اخوان المسلمینه، گروهی که 30 سال پیش هرچند به طور بسیار وسیع سرکوب شد، در حال حاضر چنین پیداست که داره اکثریتی هست و میتونه دولت آینده سوریه پس از خاندان اسد رو داشته باشه. بنابراین ترکیه بر سر یک دوراهیه، مسئله انرژی از طرفی، منافع آنچه که منافع ملی و منطقه‌ایش خونده میشه، و نادیده نگیریم مسئله دیگه تجاربی هست که ترکیه از جنگ عراق کسب کرده. در جنگ عراق دولت آقای رجب طیب اردوغان بی‌طرف بود و هیچ گونه دخالتی نکرد. در مقابل رقیب ترکیه وارد عراق شد، تونست آنچه که در حال حاضر گفته میشه عراق با شیعه اکثریت رو تحت نفوذ خودش در بیاره، و در بازی عراق ترکیه فکر میکنه که ایران موفق شد. در مورد سوریه نمیخواد چنین تجربه‌ای هم تکرار بشه. آقای عطابکی، یکی دو نکته مطرح هست، دوست دارم نظر شما رو بشنویم. یکی بحث مطلبی که آقای سفروف گفتن که این بمبگذاری برنامه و خواست دولت‌های غربی، برداشت شما چه هست نسبت به اون چه که ایشون توضیح دادن، و اینکه ترکیه بلوف میزنه این موضع‌گیری‌ها رو میکنه با توجه به اینکه از لحاظ انرژی به شدت به روسیه و ایران وابسته است و تمام اون توصیفی که الان شد و ترجیح میده، طبیعتاً احتمالاً شما هم تایید میکنید که علاقه‌مند نیست که درگیری یک جنگ منطقه‌ای بشه. ببینید، نخست اجازه بدید اشاره کنم که ترکیه به هیچ وجه در وضعیتی نیست که به استقبال جنگ بره. اصلاً به گمان من ترکیه نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه. غرب هم نمیخواد که ترکیه وارد جنگ تمام عیار بشه در این منطقه. ناتو به روشنی نشون داد که اکراه داره اینکه دامنه این جنگ به ترکیه کشیده بشه و ناتو وارد این داستان بشه. از طرف دیگه روسی هم به روشنی نشون داد که به هیچ وجه در این نیستش، در این فکر نیستش که پای ترکیه به یک جنگ تمام عیار کشیده بشه. تنها نیرویی که در حال حاضر در منطقه به استقبال کشوندن ترکیه به جنگ تمام عیار می هستش سوریه است. همونطور که اشاره کردم، سوریه اگر بر این باور برسه که داره میرسه که در حقیقت تمام اتفاقاتی که در سوریه میفته چشماندازی رو برای در قدرت موندن خاندان اسد باقی نمیذاره، بنابراین کشوندن همسایه ها به جنگ تمام عیار چه باک. سه عامل نمیگذاره که برای ترکیه که به این جنگ منطقوی بپردازه. یک عامل اول نخواستن مسکو این جنگ را، دوم افکار عمومی خود ترکیه، و سوم حزب کارگری کردستان، در فعال شدن حزب کارگری کردستان در سوریه. ببینید، ولی بعضی کشورهایی هستند که با دست ترکیه میخوان این جنگ را بیافروزن، آتش این جنگ را بیافروزن، و در این آتش هم لبنان، هم سوریه و هم ترکیه گرفتار بشن، چون که از یک جهت این کشورها اثر قدرت خواهند رفت، از جهت دیگه شما یادتون نره که ترکیه و روسیه یک مرز خیلی مهمی مشترک دارن و ترکیه در کنار قفقاز جنوبی قرار داره، و هر وضعی که وضعی ناثابتی که در ترکیه قرار گرفت
مطمئنم به کافکاز جنوبی هم کشیده میشه و با هر راه روسیه هم به این جنگ یا به این بی‌ثباتی مجبور میشه که وارد بشه با این یا اون راه. آقای سفارو عزم میخوام چقدر شما خوشبین هستید به اینکه آقای اخضر ابراهیمی نتایجی داشته باشه تلاشهاش آتش بس موقع های اخضر ابراهیمی امیدواره که بتونه عید قربان آتش بس 3 روزه 4 روزه احتمالاً برقرار بکنن، شاید این زمینه بشه برای آتش بس بلند مدتر. فکر میکنید در مسکو چنین امیدهایی هست؟ آیا اسد رو تحت فشار میگذارن که چنین چیزی رو بپذیره؟ ظاهرا نتیجه گفتگویشون با آقای اسد نتیجه رضایت بخشی نبوده. ببینید من میتونم بگم که کارشناسان زیاد روسیه به این فکر هستن که وضع سوریه تقریبا از برخورد ترکیه و موسکو، ترکیه و روسیه بستگی داره و پیشنهادی آخر ترکیه در رابطه با آن که در زمان عید قربان آتش بس اعلام بشه از طرف موسکو خیلی هم خوب پذیرایی شد و با کانال های مستقل و مختلف موسکو و دمشق تأثیری خودش را خواهد رسان که همکار و پارتنر موسکو جناب آقای بشار اسد این پیشنهاد را بپذیره و ما الان میدونیم که نظری اولین دمشق در این موضوع خیلی مثبت است و من فکر میکنم که احتمال زیاد داره که در این روزها آتش بس هم از جانب دولت سوریه و هم از جانب اپوزیسیونی که علیه دولت مبارزه میبرند پذیرایی بشه. درباره سیاست خارجی به نظر میرسه شما خواهان بازگشت به سیاست خارجی دهه 80 هستید و همینطور سیاست‌های اجتماعی دهه 50 و اقتصادی دهه 20. آنچه ما در خاورمیانه نیاز داریم انجام بدهیم یک رهبری پرقدرت و مداوم است، نه اشتباه و بی‌ملاحظه در همه جا، و متاسفانه این طرز فکری است که ما در طول مبارزات انتخاباتی از شما دیده ایم و این دستورالعمل ایجاد قدرت برای آمریکا نیست. به خاطر از بین بردن اسامه بن لادن و دنبال کردن رهبری القاعده به ایشان تبریک میگویم، اما تنها با کشتن نمیتوان مشکل را حل کرد. ما یک استراتژی نیرومند و وسیعی را برای کمک به جهان اسلام و سایر بخش‌های این دنیا به کار خواهیم گرفت که افراط‌گرایی خشن و رادیکال را از بنیاد رد کنند. اما در واقع این روش در حال حاضر به کار گرفته نمی شود. قابل پنهان کردن هم نیست. در مناظره دیشب 47 بار از ایران اسم برده شد، 34 بار اسرائیل نام برده شد ازش و 38 بار کاندیداها از واژه هسته‌ای یا اتمی استفاده کردن. این نشون میداد که چقدر این مسئله در مناظره دیشب از اهمیت بالایی برخوردار بود. دو کاندیدا بدون اشاره مستقیمی به ایران گفتن حمله به اسرائیل حمله به خاک آمریکاست. I will stand with Israel if they are attacked. اگر به اسرائیل حمله شود من از آن کشور حمایت میکنم. از همین رو ما با اسرائیل همکاری داریم. ما قوی ترین همکاری های نظامی و امنیتی بین آمریکا و اسرائیل ایجاد کرده ایم که در تاریخ بی سابقه است. در هفته پیش رو بزرگترین رزمایش نظامی مشترک در تاریخ را با اسرائیل خواهیم داشت. همین هفته. اما در مورد ایران، تا وقتی من رئیس جمهوری آمریکا هستم، ایران از سلاح هسته‌ای برخوردار نخواهد شد. ایران حامی تروریسم است و ما نخواهیم پذیرفت که ایران فناوری هسته‌ای را در اختیار تروریست‌ها قرار بدهد. و آنها گفتند که اسرائیل باید از نقشه جهان حذف شود. بنابراین تحریم‌هایی که ما علیه ایران اعمال کرده ایم، به ایران قدرت انتخاب می‌دهد. آنها می‌توانند راه دیپلماسی را انتخاب کنند و برنامه هسته‌ایشان را متوقف سازند، یا اینکه منتظر یک جهان متحد و من رئیس جمهوری آمریکا علیه خود باشند که می‌گویم از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نمی‌کنم. می‌خواهم تأکید کنم همانطور که آقای رئیس جمهور گفتند، اگر من رئیس جمهور ایالات متحده باشم ما در کنار اسرائیل خواهیم ایستاد و اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیرد از آنها پشتیبانی خواهیم کرد، نه تنها از نظر سیاسی، نه تنها فرهنگی، بلکه از نظر نظامی. در وهله اول تحریم‌های فلج کننده علیه ایران بودند که دارند کار می‌کنند و تأثیر آنها را در اقتصادشان دارید می‌بینید. این تحریم‌ها را سنگین‌تر خواهم کرد
به علاوه تلاش برای انزوای دیپلماتیک ایران را هم ادامه خواهم داد. تضمین خواهم کرد که احمدی نژاد را به اتهام تهدید به نسل کشی محاکمه کنم. سخنانی که بر زبان میراند با انگیزه کشتار هستند و من به همین خاطر او را به محاکمه خواهم کشاند. خان بذارید با شما آغاز بکنیم و اینکه اونچه که دیشب دیدید به نظر شما کدام یکی از دو کاندیدا آماده تر بودن برای گرفتن پست فرماندهی کل قوا؟ آقای اوباما به نظر شما میتونه کماکان 4 سال دیگه این فرماندهی رو در دست داشته باشه یا آقای رامنی نشون داد که آماده تر از آقای اوباماست؟ من اصولا فکر میکنم که در مناظره دیشب هر دو کاندیدا به طور آگاهانه دو کار رو خیلی خوب انجام دادن. کار اولشون این بود که سعی کردن تصویری از یک جنگ جدید رو به ذهنیت مردم آمریکا تحمیل نکنن، چون به احتمال زیاد این رو میدونن که این ذهنیت با وضعیت اقتصادی و اجتماعی که الان باهاش روبرو هست این رو نخواهد پذیرفت. کار دومی رو که خیلی آگاهانه تر انجام دادن، سعی کردن که مسئله سیاست خارجی رو بیشتر کم رنگ تر بکنن و مسائل سیاست های داخلی رو پررنگ‌تر بکنن. قرار بود اصلا این مناظره در مورد سیاست خارجی باشه، ولی شاید چیز بوده 20 دقیقه نیم ساعتش به مسائل داخلی باشه. اوباما با مهارت خیلی زیاد در زمانی که از کشورهای دیگه در منطقه صحبت میکرد مسئله آزادی زنان رو بیان کرد که میدونه یک مسئله کلیدی و عمده هستن توی اون جوامع، و رامنی هم به هر حال خیلی مثال‌های زیادی داشت از سیستم آموزش و پرورش در ماساچوست وقتی که خودش فرماندار اونجا بود. بنابراین من شخصا فکر میکنم از نظر اینکه کدوم یکی از اینها چهره قوی تری رو به عنوان فرمانده کل قوا تونستن به مردم عرضه بکنن، من فرق زیادی بین این دوتا نمیبینم. اوباما در هر صورت در موضع تسلط بود به خاطر اینکه در 4 سال گذشته تجربه خیلی زیادی رو کسب کرده، و رامنی اصولاً سابقه ذهنی خیلی روشنی در مورد سیاست خارجی نداره. بیشتر به نظر میاد که فقط سعی میکنه اشتباه نکنه، و یا اینکه اونجوری که آمادش کرده بودن برای این دیبیت بتونه به سوالا جواب بده. در مجموع به نظر میاد اوباما مسلط‌تر هستش به صحبتایی که داره میشه. ولی نکته‌ای که برای من جالب است، آقای خسروی توضیح بفرمایید، این که اشاره شد به اینکه آمریکای لاتین نپرداختن. آقای رامنی فقط یک جمله فراز داشت که گفت اقتصاد آمریکای لاتین مورد بی‌توجهی قرار گرفته، اقتصادی که با اقتصاد چین برابری میکنه از لحاظ ظرفیت تجاری و همکاری که میتونه صورت بگیره. مناظره دیشب به نظر شما پیروزش چه کسی بود؟ کدام یک فرمانده قوای آماده‌تری بودند و برای مردم فلوریدا به نظر شما چه چیزی رو در بر داشت؟ من فکر می‌کنم دیشب هر دو تا کاندیدات بسیار پرفورمنس بسیار خوبی داشتن. من فکر می‌کنم که هیچ کدوم از اینا اشتباه نکردن، و من فکر می‌کنم که استراتژی که هر دو تا داشتن این که اشتباه نکنن، نه اینکه به اون صورت بتونن پوینت‌های بسیار مثبتی بگیرن و ران بکنن باش. آقای رامنی من فکر می‌کنم که واقعاً دمونستریت کرد، نشون داد به تمام رأی‌گیران در آمریکا که he's fully qualified to be a president of the United States. و من فکر می‌کنم که از نظر اقتصادی تمام پوینت‌های مثبتی که میتونست بگه کاملاً با مردم آمریکا در نظر گذاشت. و دلیل اینکه یه مقدار زیادی از بحث دیشب در مورد مسائل داخلی آمریکا بود به خاطر اینکه الان در تمام آمریکا من فکر می‌کنم مردم بیشتر از هر چیز دیگه در مورد وضع اقتصادی خودشون فکر می‌کنن. بخشی از صحبت‌های ما رو با سناتور جان کری گوش کنیم. از ایشون پرسیدیم در مورد اونچه که دیشب مطرح شد و اونچه که خبرساز شده بود و اینکه آقای رامنی انتقادی نکرد، اعتراضی نکرد به اونچه که به عنوان مذاکره دو جانبه از سوی آقای اوباما با ایران مطرح شده بود. پاسخ سناتور کری رو بشنویم. کاملا. هیچ کس از موضع رامنی اطلاعی ندارد. من هم از موضع او بی خبر هستم. به نظر می آید که چنین عقیده‌ای داشته باشد، اما ممکن است در آینده موضعی متفاوت داشته باشد. و جواب سناتور پورتمن را پورتمن رو بشنویم که ایشون به ما گفت که آقای رامنی مذاکره دو جانبه رو به شکلی رد نکرد و تایید کرد. صحبت‌های سناتور را پورتمن، سناتور جمهوری خواه ایالت اوهایو رو بشنویم.
خیر، آقای رامنی گفت که عقیده دارد تحریم‌ها باید شدیدتر شود. همچنین گفت احمدی نژاد باید به خاطر ارتکاب جنایات جنگی محاکمه شود. او گفت ما برای برخورداری از موضعی محکم در مقابل ایران نیاز به یک ارتش قوی داریم. اما همچنین از پرزیدنت اوباما به خاطر شدت بخشیدن به تحریم‌ها قدردانی کرد. آقای رامنی گزینه نشست رو در رو با ایران را رد نکرد و گفت می‌خواهد مقابله دیپلماتیک داشته باشد. آقای دکتر میلانی، بشنویم نظر شما در مورد اون چه که در این 90 دقیقه دیشب گذشت و بحثایی که در مورد ایران مطرح شد. بحثایی که در مورد ایران مطرح شد تا حد زیادی تکرار همون مواضعی بود که آقای اوباما قبلا گرفته بود. در مورد آقای رامنی طبق معمول مواضعشون گهگاه عوض میشه. آقای رامنی برای اینکه بتونه به اینجا برسه، برای اینکه بتونه رأی دست راستی های حزب جمهوری خواه رو به دست بیاره، در دوران فعالیت های انتخاباتیش مواضع بسیار تندتری در تقریبا همه زمینه ها گرفت، از مسئله زنان بگیرید تا مسئله آموزش تا مسئله بودجه. ولی الان متوجه شده و این رسم رایجی هم هست، ولی آقای رامنی این رو به شکل بیشتری انجام داد. در مورد مهمترین به نظر من تفاوت، وقتی که از این دو کاندید پرسیدن مهمترین خطر آمریکا، خطر امنیت ملی آمریکا چیه، آقای اوباما گفت مهمترین خطر تروریسم و آقای رامنی گفت که مهمترین خطر امنیت آمریکا ایرانه. به نظر من این یه تفاوت مهمی است. ولی بعد در این مورد هم به نوعی موضع خودش رو ترمیم کرد و سعی کرد که بیشتر بیاد به یک حد وسطی که در واقع زیاد این طرف بتونن ازش ایراد بگیرن نه اون طرف. آقای کیان، قبل از اینکه نظر شما رو بشنویم دوست دارم خیلی کوتاه بخشی از صحبت‌های میشل فلورنوی معاون سابق وزارت دفاع آمریکا رو بشنویم. ایشون صحبت از این میکنه که آقای اوباما فشار رو با هدف ایجاد فضا برای مذاکره دنبال میکنن. رئیس جمهوری اوباما در راستای بازداری ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای و همچنین فعالیت‌های اون در به خطر انداختن ثبات منطقه مسیر مشخص رو تعیین کرده. این سیاست پایدار خواهد موند. اون اطمینان حاصل خواهد کرد که به این اهداف برسه. اون نمیتونه گزارش رسانه‌ها رو تایید کنه. توافق صورت نگرفته. اون همواره گفته ما می‌خوایم ایران رو تحت فشار بگذاریم تا بر سر میز مذاکره بنشینه و در نتیجه به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بمونه. و سناتور نورم کولمن مشاور سیاست خارجی آقای اوباما میگه مذاکره دو جانبه مورد نظر آقای رامنی مذاکره مشروط خواهد بود. کسی مخالفتی با دیپلماسی ندارد. تفاوت‌ها در شیوه تعبیر آن است. رئیس جمهوری در دوران نامزدیش گفت من بدون پیش شرط با تمام رهبران دنیا ملاقات خواهم کرد. من میت رامنی را به خاطر اینکه برای این ملاقات خواستار یک سری شرایط است تحسین می‌کنم. اگر می‌خواهید با ما بنشینید و مذاکره داشته باشید، کار بر روی سانتریفیوژهایتان را متوقف کنید. همین حالا از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارید. آقای رامنی مدافع دیپلماسی است. او خواستار راه حل دیپلماتیک برای بازداری ایران از دسترسی به سلاح هسته‌ای است. اما آقای رامنی مسائلی را صریحا بیان کرد که رئیس جمهوری کنونی آنها را مشخص نکرده بود. چیزی که در این مناظره مکررن به گوش رسید این بود که فرماندار رامنی هم آینده و هم طرح دستیابی با آن را صریحا بیان کرد. اما آقای اوباما طرحی برای مسائل اقتصادی کشور نداشت و حتی برای آینده نیز طرحی ارائه نکرد. آقای کیان، بشنویم نظر شما رو. وضعیتی که دیشب دیدید، بعضی از دموکرات‌ها میگفتن اون اتفاقی که برای آقای اوباما در مناظره اول افتاد در مناظره دیشب برای آقای رامنی رخ داد. آیا تاکتیک بود در واقع ایشون تلاش کرد پرهیز بکنه؟ حرف شاید خاصی در حوزه سیاست خارجی فکر میکرد نداره که اینقدر به تایید سیاست‌های آقای اوباما پرداخت. برداشت شما از نحوه عملکرد ایشون در مناظره دیشب چه است آقای کیان؟ من باورم این هست که به نظر من رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما دیدی که نسبت به دنیا دارند این هستش که آمریکا بایستی نقش کمرنگ تری در دنیا داشته باشه. شنیدم بین صحبتاشون که اشاره میکردن که خب ما انقریب خواهیم دید که نظامیان آمریکا از افغانستان هم برخواهند گشت و البته این نیاز رو ایجاد خواهد کرد که برای اونها هم بایستی کار ایجاد بشه. اونها هم زندگی دارن، بایستی بتوانن که زندگی بکنن در آمریکا و این فشار مضاعفی خواهد بود روی اقتصاد آمریکا.
و شنیدم که ایشان صحبت کردن که اونها بسی برگردن و جاده بسازند و پل بسازند و امثال هم، که فکر میکنم همه این جاده سازی ها و پل سازی ها اولا هزینش رو بایستی مالیات دهنده پرداخت بکنه و البته بعضی وقتا چاره هم نیست، وقتی که دولت همه چیز رو به دست میگیره تنها راه ایجاد کار کردن هم همین جاده ساختن و پل ساختن است و عرض شود که اول چاله را بکنیم و بعد چاله را پر کنیم، دو راه ایجاد کار هست و من فکر نمی کنم که این راه راه روشنی باشد. به طور کلی ما مسائل ایجاد کار در آمریکا رو باید جدی‌تر بگیریم. دوم مسئله مذاکره و ارتباط با مذاکره با ایران هست. همونطور که آقای سناتور کولمن اشاره کردن، من فکر نمی کنم که هیچ کسی که کوچکترین اعتقادی به دیپلماسی داشته باشه مخالف این باشه که دولت‌ها بایستی با دشمنانشون هم بنشینن و مذاکره بکنن. مطلبی که اینجا مورد اهمیت هست این هستش که بله، شما با دشمنانتون میتونید بشین مذاکره بکنید، ولی با یک دولتی که حامی تروریسم هست و خود دولت شما بارها و بارها هر سال مرتب اعلام میکنه که یکی از حامیان پروپاگورس تروریسم دولت جمهوری اسلامی هست، مذاکره کردن با دشمنی که در ضمن تروریست هم هست مسئله سازه، مشکل ایجاد میکنه. خب پس اگه اینطوریه بایستی با همه تروریست ها نشست و مذاکره که هیچ بلکه مصالحه هم کرد، چون نقش مذاکره عموما بر اساس مصالحه هست، بر اساس کوتاه آمدن هست. یوسف سعید، شما ملاله رو به خوبی میشناختید، همین یک سال پیش چندین بار با ایشون مصاحبه کردید در همین صدای آمریکا. بفهمید که اون شخصیتی که شما از ملاله از نزدیک میشناسید چه تفاوتی داره با اون چه که در رسانه ها منعکس شده؟ ملاله چگونه دختری است؟ خیلی ممنون از اینکه امروز منو به اینجا دعوت کردین. او دختر بسیار شجاع و عاقلی هستش. اون اصلا یک درک اجتماعی و سیاسی داره و خصوصیات اون اینه که رهبری بکنه، پیشرو باشه و به این خاطر بود که وارد این کار شد. اگه من در راجع به خانواده‌اش بخوام بگم، باید بگم که از یه خانواده متوسط بود. یوسف سایب میدونی که یک ایلی هست در دره سوات، ایلی هستم. پدرش یک مدرس مدرسه بود، البته پدرش باز هم مدرس سیاسیش هم بود، بنابراین در یک خانواده بزرگ شد که اصولا درک سیاسی داشت. من یک دختر خیلی شجاعی میبینم. من باید بگم که اونو چند بار برای صدای آمریکا باش مصاحبه کردم، با اون صحبت کردم و بعضی وقتا یک سوالی میکردم که اون متعجب میشدم که وقتی چقدر با جزئیات جواب من رو میداد، میدیدم که چقدر خوب تعلیم دیده بود. بازم اضافه کنم که با چشم‌انداز سیاسی. یعنی فکر میکنیم موقع که باش صحبت میکردین دختر ترسی در درون خودش داشت در مورد اون چه که میشینی، تهدیدهایی که شده بود قبل از حتی این سوء قصدی که بهش صورت گرفت؟ نه اصلا. همونطور که گفتم اون خیلی شجاع بود. اون به من میگفت که اگه من برای دخترها قد بلند نکنم پس کی ممکنه بکنه؟ بنابراین این شجاعت رو داشت و من این شجاعت رو از نزدیک دیدم در میان مردم سوات. من اینو دیدم، واسه همین هست که اون مورد هدف قرار گرفت، برای اینکه اون خصوصیات لازم برای رهبری رو داشت. من اصلا در چشماش ترس و بیم ندیدم و به این خاطر است که پدرش 10 سال روی اون کار کرد و وقتی که تو چشمش نگاه میکنم اون منو یاد اون ملاله کوچیک میندازه که وقتی که من میدونستم اون هنوز اون شجاعت در چشمانش هست. آیا ملاله تنها فردی است که تو اون منطقه توی دره سوات در واقع این گونه نگاه میکرد، این گونه شجاعانه این مواضع رو اعلام میکرد، یا هستن کسان دیگری که چون ملاله اونجا فعال هستن؟ البته اون تنها نبود.
اگر سواد در واقع محل تعلیم و آموزش و پرورش باشه، اگر برگردم به تاریخ آموزش و پرورش در سواد قبل از دهه 1990، باید بگم درصد مردم باسواد 65% بود، در حالی که به مناطق دیگر اون استان بریم چنین درصد باسوادی نمیبینین. بنابراین مردم سواد مردم تحصیل کرده ای هستند. برای همین هست که این افراد ستیزجویان و طالبان از جاهای دیگه آمدن به سواد که ایدئولوژی خودشون رو در سواد پیاده بکنن. در مورد ملاله باید بگم که این مسائل اونو در واقع توانمند کن، اون صدای اون به جهان رسید. به نظر من خیلی مردم بیشتر و به خصوص دختران بیشتری هستن که بودن که سعی کردن اونا هم صحبت بکنن، صدایشون در بیاد، اما طالبان نمیذاشت. اونها رو در ملأ عام اعدام میکرد برای اینکه صدای اونها رو بنزست. اما ملاله خب این فرصت رو پیدا کرد که صحبت بکنه. اون داشت که خاطرات خودش رو با بی بی سی مینوشت در پاکستان. خارج از خود شخصیت ملاله و خانواده او و تصویری که از پدرش دادی، مردم دیگر منطقه چطور به آمریکا و عملکرد آقای اوباما نگاه میکنن؟ برشک این عملیات این درون ها این پهپادها هست و میان افرادی اونجا کشته میشن، گاهی اوقات هست این افراد لزوما تروریست هم نیستن و باعث عذرخواهی هم شدن. مردم منطقه چطور نگاه میکنن به آمریکا به طور کلی؟ متاسفانه باید بگم رسانه‌های پاکستان خیلی نظر خوبی نسبت به آمریکا ندارن و تبلیغات منفی انجام میدن، با اینکه با اونها بود بعد از سال 2000 وقتی که نیروهای آمریکا به افغانستان رفتن، پاکستان با اونا بود. رسانه‌های پاکستان هیچ وقت نسبت به آمریکا دید خوب نداشته و حتی تبلیغات منفی میکنه. بنابراین خب این تحت مردم رو تحت تاثیر گذاشت. مردم پاکستان فکر نمی‌کنن که آمریکا دوست اونها هست و همه چیز رو، و اینها همه با اون وقت سیاست پاکستان هم مخلوط شده. بخش اطلاعات سیاست میگه که سازمان اطلاعات نمیخواد که مردم احساس مثبت و خوبی نسبت به غرب و آمریکا داشته باشه. پاکستان یک کشور پلیسی امنیتی است، این اصلا سالهاست به این ترتیب پیش رفته و بوده. میخوان اون حالت رو حفظ بکنن و از اون سوء استفاده کنن. چقدر امید هست به تغییرات و ریشه مشکل کجاست؟ این یک سوالی نیست که به راحتی بشه پاسخ داد. ما باید امید داشته باشیم به تغییر. اگه به واقعیت ها نگاه بکنیم در سوات، 65% مدارس از بین برده شدند. 2085 تا کاملا از بین برده شدند. 15,000 نفر بعد از 2008 کشته شدند. بنابراین من فقط دارم این چند سال گذشته، 3-4 سال گذشته رو فقط دارم میگم. و بیشتر اینا مانند به طور مثال بسیاری از اونایی که جلو پیشرو بودن کشته شدن. هر کی راجع به علیه طالبان صحبت میکرد کشته میشد. بنابراین کسی نیست که میتونه علیه اونا صحبت بکنه، دیگه باقی نمونده. در حال حاضر من نمیبینم هیچ امیدی به تغییر در اونجا ندارم، چه برای من چه برای مردم سوات. مردم سوات خیلی بدبین هستن نسبت به این مسئله. بعد از عملیات 2009 که دولت پاکستان گفت که دیگه طالبانی در سوات وجود نداره، مردم خیلی خوشحال شدن و خوشبین شدن. اما بعد از این حادثه ملاله، این پیام طالبان بود که نه، هنوز هستن، هنوز قوین. و دولت پاکستان هم حرفش اشتباه ثابت شد که اشتباه کرده.
سوال آخری که دارم این هست که فعالین حقوق زنان بسیارشون بعد از این ماجرا احساس کردن که یک موج یک حرکتی آغاز شده که این موج رو طالبان نمیتونه جلوش رو بگیره و میگفتن سابقه نداشته، یعنی در تمام ترورهایی که صورت گرفته بوده هیچ کدوم نتونسته بود این میزان از حمایت از در واقع فرد ترور شونده داره که ملاله باشه به دنبال داشته باشه. چطور از این انرژی که ایجاد شده از این حمایت از ملاله چطور میشه فعالین زن استفاده بکنن با توجه به چالش هایی که بعد از بهار عرب برای حقوق زنان پیش اومد در منطقه؟ اگر سوال تو این بود که ما چطور میتونیم پیام مثبتی از این حادثه منفی بگیریم، باید بگم که من واکنش عظیمی که روی شبکه‌های اجتماعی بود، حالا چه از پشتون‌ها بود یا قبیله‌ها و ایل‌های مختلف در اون منطقه بود و نه تنها از پاکستان اما در از تمام جهان در واقع واکنش نشون داد نسبت به مسئله ملاله، حتی در ایران. بنابراین از این فرصت ما باید استفاده کنیم که مردم تغییر میخوان، مردم دیگه تروریست در اون منطقه نمیخوان، مدرسه میخوان و همه ما میتونیم در مقابل این حرفا و این طالبان در واقع وایسیم. ما مسلماً 100% میتونیم متحد بشیم، میتونم از این احساسات مردم در واقع استفاده بکنیم که همه با هم وایسادن در مقابل این حادثه که نباید دیگر اتفاق بیفته، باید این آخرین بارش باشه، باید به سمت دموکراسی و ارزش‌های دموکراتیک حرکت بکنیم. آقای امید مهر به شما درود میگیم. ابتدا بشنویم اگر مطلبی دارید در مورد نکاتی که خانم نظرانه یوسف سعی، کسی که برشک در اون منطقه به دنیا آمده، بزرگ شده و تجربیات بسیار مشترکی رو با ملاله یوسف سعی داشته و با ما در میان گذاشت، بشنویم و بعد من سوالی رو با شما در میان خواهم گذاشت. بله، ایشون نکات اصلی رو فرمودن، ولی باید در نظر داشته باشیم که مشکل پاکستان و انسان‌های مثل ملاله در پاکستان به خاطر اینه که پاکستان به خاطر اسلام شبه قاره رو تجزیه کرد و این کسایی که وطن اصلی خودشون رو تجزیه کردن اومدن در این منطقه اولین جمهوری اسلامی رو ایجاد کردن و چون ارتش حرف اول و آخر رو زد، سه تا جنگی که داشته با هند با افغانستان و قدرت رو داره و آیسای پاکستان به علت اینکه قانون اساسی اصل ضرورت رو به عنوان یک قدرت منحصر به فرد در اختیار آیسای گذاشته، بنابراین همه قدرت‌های زیرزمینی و کنترل سیاسیون، کنترل آینده پاکستان، کنترل مسائل فرهنگی، این چیزا دست آیسای. یکی از مشکلات ارتش پاکستان اینه که میترسه این درآمد که از طریق طالبان، افراطیون، مسائل قاچاق و این چیزا در دست این اولیگارشی ارتش هست و روحانیت افراطی از دستشون خارج بشه، اینه که برگ سبز دادن به طالبان که جلو تحصیل دانش آموزان گرفته بشه. علت چم این است که مادر در خانواده پاکستان مقدس، فرزندانی که حاصل تربیت این مادران تحصیل کرده باشن مثل ملاله خواهم بود، مثل بی‌نظیر بوتو خواهم بود. اینا از تکرار اون حادثه‌ای که بی‌نظیر بوتو سه بار رئیس جمهور پاکستان شد میترسن. در ملاله یه همچین ظرفیتی دیدن به علت سخنگویی خوب، اطلاعات خوب، خانواده خوب، حالت کاریزماتیک خوب که در آینده ممکنه نخست وزیر بشه. البته همونطور که میگی در غرب انتقادات زیادی به اطلاعات پاکستان وارد میشه در مورد ارتباطش با عناصر افراطی در طالبان. صحبت‌های داشتیم با خانم رویا حکاکیان. خانم حکاکیان اخیراً مقاله‌ای رو برای روزنامه واشنگتن پست نوشتن در مورد همین وضعیت ملاله یوسف سعی و مقایسه کرده با وضعیت زنان در منطقه. بخشی از صحبت‌های رویا حکاکیان رو با هم بشنویم. من پرسیدن که آیا تو فکر میکنی که میتونی وارد قصه ملاله بشی از نقطه نظر اول شخص، یعنی خاطرات خودت توی ایران؟ و خب من 1984-1363 ایران ترک کردم و واقعا نمیتونم بگم که من راجع به ایران امروز
تجربه مستقیم شخصی دارم. اما فکر کنم که اون 4-5 سالی که من توی ایران بودم از این لحاظ خب فکر میکنم بدترین سالای این رژیم جمهوری اسلامی بود، برای اینکه سالایی بود که رژیم از لحاظ حیات خودش احساس ناامنی میکرد و از هیچی کوتاهی نمیکرد در فشار آوردن به مردم و ضرب و شتم گروه های سیاسی و روشنفکرها و نویسنده ها و هنرمنده ها اینا. درسته که نمیشه طالبان پاکستان و افغانستان رو با اون پاسدارهای ایرانی در اون سال اول مقایسه کرد، یعنی اینا از لحاظ ایدئولوژیک با هم تفاوت خیلی عمده ای دارن، اما از این لحاظ در سال 1980 81 82 ایران بود که ابتدا اصلا مفهوم امر به معروف نهی از منکر رو به عنوان یه سری آدم که توی خیابون با اسلحه این ور اون ور میرن و بعد به زنها اخطار میدن و آزارشون میدن و حتی با خودشون میبرن به خاطر اینکه حجابشون یکم جابجا شده و اینا، به هر حال تا اونجایی که من معلوماتم قد میده از ایران و اون 30 سال پیش شروع شد و بعدن خب مسلماً رادیکالای اسلامی در کشورهای دیگه اینو حتی جلوتر و تندتر هم کردن و به طور خیلی خشونت‌آمیزتری فکر میکنم در کشورهای خودشون جوامع خودشون جا انداختن. اما من هنوز بر این باورم که اون سالهای اول انقلاب ایران در تعیین حرکت ایدئولوژیک منطقه نقش موثری داشت. از مصطفی خسروی در مورد انگیزه راه اندازی کمپین برای نمایندگان زندانی پرسیدیم و اینکه آیا بین المللی پیشتر در مورد ایران اقدام موثری انجام داده؟ با گفتگوهایی که با بعضی از نمایندگان محترم ادوار مجلس در خارج از کشور انجام دادیم و همچنین با حمایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به این ایده رسیدیم که میشه از این فرصت استفاده کرد و مطالبی رو در سطح این اجلاس مطرح کرد که خوشبختانه گروه های مختلفی هم به ما پیوستند، همکاری کردند در این راه. چندین نامه و بیانیه تهیه شد که از طرف 100 فعال فرهنگی سیاسی اجتماعی ایرانی، یکی از این بیانیه ها تنظیم شد، نوشته شد و به این اجلاس ارسال شد. بیانیه رو هم تا اونجا که من میدونم نمایندگان محترم ادوار مجلس خارج از کشور تهیه کردن و در این بیانیه ها تاکید کردیم بر اینکه نمایندگان مجلس در ایران نباید به خاطر فعالیت هاشون در دوران مجلس مورد بازخواست قرار بگیرن و این روند ناصحیحی هست که جمهوری اسلامی در طول این سالها انجام داده و بارها و بارها ما شاهدش بودیم. الان هم همونجوری که خودتون میدونید حدود 5 نفر از نمایندگان محترم مجلس در زندان هستند که آقای مهدی کروبی، آقای محسن میردامادی، آقای بهزاد نبوی، آقای میرطاهر موسوی و خانم فاضله هاشمی شامل این افراد میشه. بخصوص آقای میرطاهر موسوی ما نگرانی جدی داریم در مورد ایشون، چون از روزی که بازداشت شدن خبر چندانی از وضعیتشون نیست و امیدواریم که این اجلاس و این اتحادیه بر اساس وظایف و مسئولیت هایی که داره بتونه مقامات مجلس ایران رو مجبور کنه، وادار کنه تا نسبت به وضعیت این افراد پاسخگو باشن. خب فراز ثانعی پژوهشگر دیدبان حقوق بشر با ماست که به تازگی از کانادا برگشته، از کبک سیتی محل اجلاس. فراز برای ما بگو آقای ثانعی که علت حضور دیدبان حقوق بشر در اجلاس کبک سیتی چه بود و چه اهدافی رو دنبال می‌کرد؟ دلیلش این بود که دیدبان حقوق بشر به عنوان ناظر اجازه داره که در این اجلاس شرکت کنه و هدف ما این بود که به کمپینی که آقای خسروی و دیگران بهش اشاره کردن ملحق بشیم و تا اونجایی که میتونیم با کمیته حقوق بشر نمایندگان همین اتحادیه بین المجالس راجع به همین نمایندگان سابق مجلس صحبت بکنیم و قصد داریم ماه آینده یک پکیج یا یک گزارشی تهیه بکنیم و رسما این گزارش رو ارائه بدیم به کمیته و امیدواریم که سال آینده، یعنی در ژانویه سال آینده که نشست بعدی کمیته حقوق بشر نمایندگان خواهد بود،
به مسئله همین نمایندگانی که در بند هستن یا حکم زندان براشون صادر شده، تنها به دلیل فعالیت هاشون دوران مجلس، به خصوص دوران مجلس ششم، که یک اقدامی در این صورت در این زمینه صورت بگیره. در رابطه با اینکه واقعا این اقدام میتونه تاثیرگذار باشه یا نه، به نظر ما میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه. البته وضعیت حقوق بشر در ایران خیلی فرق کرده از زمانی که آقای موسوی خوئینی و آقای پیرمعظم و دیگران در زندان بودن، اما با توجه به تمام تحولاتی که صورت گرفته، هنوز یک کمیته‌ای در اتحادیه بین المجالس هست که فقط روی این قضیه فعاله و به نظر ما حمایت نمایندگان کشورهای دنیا، کشورهای جهانی در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ایران میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. خانم عبادی، درود دوباره به شما. ابتدا دوست دارم بشنویم نظر شما رو در مورد این 5 نماینده زندانی که ازش صحبت شد. اتهامات این 5 تن مشخصا چه هست و روند حقوقی که به اینها رسیدگی شده آیا واقعا مسئله دار هست؟ هنوز کماکان ابهام درش هست یا این افراد پذیرفتن، وکلایی هم بودن که به پرونده اینها رسیدگی کردن؟ این 5 نماینده ای که همکنون در زندان هستند، مانند سایر زندانیان سیاسی از یک دادرسی عادلانه محروم بودند و حتی در مورد برخی از اونها قوانینی که خود دولت جمهوری اسلامی تصویب کرده اجرا نشده. از جمله من می توانم به وضعیت خاص آقای مهدی کروبی اشاره بکنم که تاکنون نه به ایشان تقییم اتهام شده و نه دادگاهی ایشان رو محاکمه کرده و از اون مهمتر هیچ ارگان یا نهادی هم مسئولیت زندان یا حبس خانگی ایشان رو تقبل نکرده و معلوم نیست اگر فردا ایشان مواجه با مشکلی بشوند خانواده آقای کروبی به چه نهاد و مقامی بایستی مراجعه کنند، در اینکه هیچ پرونده‌ای از ایشان در هیچ جا تشکیل نشده. خانم عبادی، وقتی که این نامه‌ای که نوشته شده از سوی نمایندگان ادوار مجلس اتحادیه بین المجالس رو میخونید، با توجه به واقعیتی که الان در ایران وجود داره، آقای احمدی نژاد رو حتی فارغ از اینکه چه انگیزه هایی داره اجازه نمیدن از زندان بازدید بکنه، چقدر در چنین فضای امید هست که چنین تلاش های نتیجه بخش باشه؟ در علم حقوق بشر تلاش بایستی صورت بگیره چه به نتیجه برسه چه نتیجه نداشته باشه. ما و سایر مدافعان حقوق بشر وظیفه خود میدانیم که به طور مرتب گزارش بدیم، اعتراض بکنیم و وضعیت رو به گوش نهادهای مسئول بین‌المللی برسونیم. اما اینکه آیا دولت ایران به اینها تمکین میکنه یا نه، نمونه شما میدونم در مسئله انرژی هسته‌ای به شما نشان بدم. در حالتی که شورای امنیت، یعنی تنها نهادی که طبق حقوق بین الملل عمومی حق داره که در این خصوص صحبت بکنه، ایران چند قطعنامه علیه ایران صادر کرده، دولت ایران حاضر نیست که این قطعنامه ها رو اجرا بکنه. بنابراین سایر امور که جنبه توصیه‌ای داره و به دولت ایران توصیه میکنن که رفتارش با مردم بهتر باشه، اعتراض مردم رو بشنوه، طبیعی است که به اونها گوش نمی کنه. اما اینکه دولت ایران عمل نمی کنه به این توصیه ها به هیچ وجه مانع از این نیست که ما از انجام وظیفه باز بمانیم. خب فرزند آقای کروبی، از ایشون سوال کردیم درباره نامه‌ای که نمایندگان ادوار مجلس نوشتن که یکی از افرادی که اسپورده شد همونطور که شنیدید آقای مهدی کروبی است. صحبت های محمد تقی کروبی رو با هم بشنویم. نمایندگان محترم ادوار ظاهرا در نامه به مجلس وضعیت پدر رو در قبال در کنار سایر زندانیان مطرح کردن که خب از این باب ما از دوستان سپاسگزاریم. اما بدون اجازه بدید من توضیح بدم که در تنظیم نامه و یا حتی مکاتبه با مراجع بین المللی، شخصیت های حقیقی و یا حقوقی ما به هیچ وجه دخالت نداشته و دخالت نداریم. دلیل اصلیش هم خواست خود پدر هست. از محمد تقی کروبی پرسیدیم چرا از جامعه جهانی درخواست کمک نمی کنید؟ در کشور ما
بسیار بحث دخالت خارجی و تاریخ ایران و گذشته اون درش بسیار حساس بوده. بالاخره ما در کشوری زندگی میکنیم و سرنوشت کشورمون علارغم فرهنگ و قناعت بسیار در فرهنگ و تاریخ متاسفانه در سده های گذشته به شدت تحت نفوذ دول قدرتمند بوده. از این منظر حساسیت ویژه‌ای در داخل وجود داره که شائبه حرکت صادقانه و سالمی که درون کشور اتفاق افتاده به بیرون از کشور وصل نشه. در رژیم پهلوی ما شاهد بودیم و اهل مطالعه با قلم میتونن به راحتی به همه منابع دسترسی پیدا کنن که در رژیم گذشته بی‌لیاقتی ها و بی‌کفایتی ها رو رویداد انقلاب رو تقصیر دول غربی مینداخت و اینکه غرب به دنبال ممانعت از پیشرفت ایران بود. امروز هم در داخل میبینیم باز چنین چیزی دنبال میشه. یعنی به محضی که یک حرکتی آغاز میشه به جای آنکه به دنبال اشکال بگردن به دنبال انگزنی و اتهامند و در این مسیر نیروهایی که در حال مبارزه و تلاش در جهت اصلاح هستند آسیب پذیر میشن. بر تقدیم این واژه‌ای که میگویم فتنه، اگر فتنه است ما به این فتنه افتخار میکنیم. فتنه ای که به دنبال اصلاح باشه، اصلاح ساختار حکومتی باشه که از مسیر خودش خارج شده و در مسیر انحرافی قرار گرفته که همون سخنانی که پدر من 4 سال پیش میزد و بیشترین اهانت‌ها رو به ایشون به خاطر همون سخنان گفتن امروز با واژه‌های دیگه با یک بخش تقسیم بندی دیگر خودشون دارن به یکی از مدیران اجرایی میزنن. از فرزند مهدی کروبی پرسیدیم آیا او رهبر جمهوری اسلامی رو مسئول مستقیم وضعیت خودش میداند؟ شرایطی که اتفاق افتاده عوامل متعددی داشته. نمیتوان گفت که رهبر جمهوری اسلامی مسئول نیست. چرا؟ به دلیل اینکه غالب حوادثی که برای پدر من و برای بسیاری از دوستان اتفاق افتاده، خاصه من در ارتباط با پدر میگویم، نشان از این داره که مجموعه‌ای که خودشون رو فراتر از دستگاه‌های قضایی میدونند و مرتبط با تشکیلات رهبری میدونند مرتکب چنین رفتارهایی میشن. البته در بسیاری از موارد هم ما شنیدیم که رهبری از این رفتارها خرسند نبوده. به طور مثال دوستان مقامات امنیتی در یکی از دیدارها به خود من تاکید کردن که رهبری هنگامی که در وزارت اطلاعات در اطلاعات بازدید می‌گرده در اونجا از اینکه اجازه دادن طی 6 شب اوباش به منزل حمله کنن به شدت انتقاد کرده. پاسخ من هم به دوستان امنیتی در اونجا این بود که خب نکته خوبی است میگویی، پس چرا بار دوم رو که بعدش همین حصر اتفاق افتاد پیشگیری نکردیم؟ اگر هم مقدم درود میگیم به شما، شما یکی از امضا کنندگان تهیه کنندگان نامه به اتحادیه بین المللی هستید. بفرمایید در این فضایی که ما صحبت کردیم از ابتدای برنامه تا کنون و در شرایطی که رئیس جمهور کشور آقای احمدی نژاد اجازه نداره که از زندانهای کشور بازدید بکنه، شما چه امید دارید که از چنین راههایی بشود به نتیجه رسید؟ خب ما نمایندگان مجلس خارج از کشور بر اساس وظیفه‌ای که احساس می‌کردیم در قبال همکاران سابقمون در مجلس داریم و حوادثی که اتفاق افتاده و به صورت غیر قانونی مدت طولانی مدتی رو این عزیزان در زندان به سر میبرن و یا در خارج از زندان هم اکنون فشارهایی بر اونها هست و پرونده ها بالا سرشون هست، این اجلاس بین المجالس رو فرصت غنیمتی دونستیم تا اولا اطلاع رسانی کافی کرده باشیم در مورد نمایندگانی که شجاعانه و خالصانه و با صداقت بر مواضع خودشون ایستادگی کردن. به هر حال این حرکت ما حداقل اطلاع رسانی داره این هستش که نمایندگان شجاعی مثل آقای بهزاد نبوی، محسن آرمین، خانم فاضله هاشمی، آقای میرطاهر موسوی که هم اکنون زندان هستند
و دیگر نمایندگانی که در خارج از کشور پروندهشون هنوز باز هست، مثل آقای محسن آرمین، محسن صفایی فراهانی و همچنین آقای علی شکوری‌زاده و دیگران، امیدوار هستیم که با فشاری که بر مقامات ایرانی که اونجا شرکت کردن و با گوش دادن این مسئله که بازداشت این عزیزان کاملا خلاف هست، امیدواریم که نسبت به این مسئله پیگیر و منجر به آزادی اونها بشه. توافق دوشنبه 8 آبان را.